برای گفتگو بیشتر در این مورد همراه میشیم با سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها که از نیویورک با ما همراه شدن. آقای قاسمی نژاد، اعتراضات سراسری در ایران به 13 روز رسیده. به نظر شما کشیده شدن اون به دانشگاه چه روندی رو نشون میده؟ ببینید، این که این اعتراضات 13 روز ادامه پیدا کرد، علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی مقاماتش مدام میگن که امروز جمع میکنید، فردا جمع میکنید، بعد به سرعت جمع بشه، نتونستن این رو جمع کنن، سرکوب بکنن، نشان دهنده شکستشون هست. شما اگر نگاه بکنید هم اینا بچه های 12-13 سال داره یک باتوم و یک تپری دادن دستشون که بیان مردم رو بزنن، و این نشون میده که از نظر نیروی انسانی هم در مضیقه هستن. و الا آلمان هیتلری هم فقط اون اواخر بودش که بچه های 15-16 ساله رو برای جنگ آوردش. چرا در مضیقه هستن؟ چرا این دستگاه سرکوب دچار فرسودگی میشه؟ برای اینکه اعتراضات از نظر جغرافیایی گسترده هستش، تداوم داره، با همین گونه های مختلف اعتراضی که مردم پیدا میکنند و پیدا کردند و این تداوم رو حفظ کردند، دستگاه سرکوب رژیم رو فرسوده میکنند. و در ادامه اون چیزی که باید رخ بده و ما شاهد هستیم که داره رخ میده، یکی همین گستراندن جغرافیایی اعتراض ها هستش، تداومش هستش. دومی بحث خرابکاری شرافتمندانه است. ما مشاهده این هستیم. اخباری که میریسه رو اگر که دنبال میکنید میبینید که این اتفاق داره رخ میده برای شل کردن ایشون مهره دستگاه سرکوب. و بحث اعتصاب ها، یعنی همین بحث اعتصاب هایی در محیط های آموزش فرهنگی الان هست، تداومش و رفتنش به سمت محیط های مثل محیط های اقتصادی، ابتدا در جاهایی مثل بازار، کامیوندارها که کنترل حکومت برشون کمتر هستش، و پس از اون به سمت مراکز اقتصادی استراتژیک، سکتورهای استراتژیک مثل نفت و گاز و نمیدونم برق و مراکز تولیدی، که همین امروز هم مشاهده بودیم که کارکنان صنعت نفت یک بیانیه دادن و تهدید به اعتصاب کرد. این استراتژی سگانه حکومت رو فشل خواهد کردش. و از اون طرف شما در خارج کشور در جامعه جهانی شاهد هستید که فشارها بر جمهوری اسلامی افزون‌تر شده. دولت بایدن الان میگه که امیدی نداره که بخواد برگرده به این قرارداد هسته‌ای و صدها میلیارد دلار پول به اینها بده. در کنگره آمریکا فشار سناتورها، فشار نمایندگان بر دولت بایدن افزون شده. شما شاهد تحریم‌ها هستید. جامعه ایرانیان خارج از کشور منسجم شده، متشکل شده، داره فشار میاره. شما مثلا در این روزها شاهد هستید که این طرفداران رژیمی که همکاری میکنن با دستگاه سرکوب یا تشویق میکنن، اینها مشغول این هستن که از محل کارشون ایرانی خارج از کشور پیگیری میکنن، اینها از محل کار دانشگاه ها اخراج میکنن، در برخ نوارد به اداره مهاجرت کشیده. و مثلا در بحث اینترنت من میتونم این مجدد بدم که اتفاقات بسیار خوب به صورت عملی افتاده. اخبار نتیجهش رو من مطمئنم و امیدوارم به زودی خواهند دید. حرف این هستش که فشار از داخل و خارج بر جمهوری اسلامی افزون شده و تحت این فشار اینها اشتباه های استراتژیک هم دارن. این همین کاری که امروز کردن، حمله کردن به کشور همسایه، در اونجا زن و زن باردار، بچه، خبرنگار، شهروند دولت، شهروند آمریکا رو کشتن. خب اینها این اشتباهات استراتژیک سقوط اینها رو تسریع خواهد کرد. بسیار متشکرم از شما سعید قاسم نژاد.